ای زیباترین، ای مهربانترین، ای تنهاترین، ای یگانترین، ای مهربانترین هستی. با نام تو و ذکر تو معنی میابد. معجزات رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. الله سبحانه تعالی تمام کائنات صرف به خاطر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیدا نمود. خدا الله سبحانه تعالی برای بهترین محبوب خود، بهترین محبوب خود را در لباس بشر وقتی که در زمین نازل کرد برای هر عام و خاص انسان، آن را مقدم نمود. تاریخ گواهی می دهد که شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دریا و بحر بود. کرامات و معجزات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مثل بحر و سمندر بود. بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هرگز مگس هم بر جانها ننشست و بر هر جانور که پیامبر خدا می نشست، آن جانور نبوت رسول پاک را گواهی می داد و خوشبوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر هر طرف که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از آنجا میگذشت، تمام مردم خوشبوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم محسوس میکردند. همچنین خوشبو محتر بود رسول پاک که انسان، جن و انس از خوشبوی محمد رسول پاک دیوانه میشد. از عشق آن، یعنی اینقدر در دل آن شخص عشق پیدا می شد که بی خود و مدهوش عشق رسول پاک می شد. هر وقت رسول پاک از لحاب دهن خود بر هر آبی که می انداخت، آب از عسل هم شیرین تر می شد. اینم یک بزرگترین معجزه پیامبر خدا. و معجزه دیگر پیامبر خدا، پیامبر خدا از هر جا که گذر میکرد، از هر جا که میگذشت، درخت، سنگ، همه بر نبوت و معجزات رسول پاک گواهی میداد. رحمت للعالمین بود. رحمت نه تنها برای مسلمین، بلکه برای تمام بشریت، برای انسان جان، برای هندو، برای مسیحی، برای یهود. رحمت للعالمین، برای همه رحمت است، نه صرف برای مسلمین یا برای وهابی یا برای یک عده خاصی. بعضی ها میگن که اسلام از سعودی عرب آمد. شما این کارهایی که میکنید جهالت است، بلکه 120 سال پیش در سعودی عرب هرگز وهابی نبود. سنیت و تصوف این چیزها بود. آرامگاه امام جعفر صادق، بزرگان تصوف تا 120 سال پیش وجود داشت، اما وهابی یهودیت آن را خراب کرد. اگر شما ببینید وهابی یهودیت که سعودی عرب هست، شما میگید که اسلام از مکه آمده است. اسلام از مکه آمده هست، لیکن این وهابی هایی که امروز هست، اینا همه ابو جهل است. اگر ببینید تمام در سعودی عرب 120 هزار فوج امریکا است، فوج یهود است، کسایی که بر مردم فلسطین ظلم میکنند. و در هنجا مذهبی وادی وهابیت است، جای شرم است برای آن مسلمین. فحشا عیاشی به حاج خود رسیده است و میگویند که کعبه مسلم، اسلام از کعبه آمده است. بیشک در آن شکی نیست. و این مردم کعبه که احراب که امروز هست، گندترین و زشترین مردم دنیا است، از فحشاه و از ظلم و از کشتن صوفیا در جهان.
هر جایی که صوفی کشته می شود، در هر مسجدی که انتحاری می شود، همه دست این وهابی است و الله آنها را هدایت دهد و محبت صوفیا را در دل آنها الله بیفزاید تا که دست از ظلم بر ما بردارند. کوه، درخت، هر چیز بر نبوت رسول پاک گواهی می داد. این از نشانه معجزات رسول پاک بود. رسول پاک مهتاب را دوتا کرد. به اثر انگشت وقتی که به طرف ماه کرد، مهتاب دوتا شد. این یکی از دیگر معجزات. رسول پاک با اثر گذاشتن دست خود نابینا بینا شد و در چشم نابینا روشنی آمد. وقتی که برای مرده دعا کرد، مرده زنده شد. وقتی که مرده زنده شد، بر نبوت رسول پاک گواهی داد. سبحان الله. هر پرنده، هر جانور، مثل که سلیمان علیه السلام با هر پرنده، با هر جانور حرف میزد، پیامبر خدا هم با هر پرنده، با هر ایوان حرف صحبت مینمود. هر پرنده و هر ایوان بر نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گواهی میداد که خاتم الانبیا است، رحمت للعالمین است، نه صرف برای انسان بلکه برای ایوانات، برای تمام بشریت. در این کائنات یک تا ترین و یگانه ترین شخصی بود پیامبر خدا که الله سبحانه وتعالی آن را در معراج دعوت نمود. سردار و تاج و شهنشاه تمام انبیا، شهنشاه تمام انبیا، بخصوص حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، شهنشاه تمام انبیا بود رسول پاک. الله سبحانه وتعالی برای عزیز مسلم این وقت به این خاطر معجزات عطا نمود که تا هر خاص و عام انسان در هر قرن کرامات پیامبر خدا را در خود با یک و یک انسان برای انسان دیگر تا که بیان نماید و هر انسان عاشق سیرت رسول شود. واسه این الله سبحانه وتعالی برای رسول پاک کرامات عطا فرمود و در این ماه ربیع الاول این ویدیو و معجزات رسول پاک را برای همه برسانید تا که این خاص و عام انسان از این معجزات باخبر شود. سلام بر رسول پاک، سلام بر بهترین محبوب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و بنده خواجه سید ظریف چشتی مودودی، سجاده نشین درگاه چشت شریف، قطب سلسله چشتیه و پیر طریقه در چشتیه در جهان، بنده هر کسی که هر انتقاد و پیشنهاد دارد در کامین میتوانه بنویسد. و اگر با من میخواهید که در تماس شوید، واتساپ من هست در اینجا، واتساپ خود را، شماره خود را نوشتم. هر هانچه که گفتاری، هر مسیجی که برای من دارید، میتونید به طور خصوصی برای من در واتساپ بنویسید. و دوم، در این ماه ربیع الاول کوشش کنید که بر محمد صلی الله علیه وسلم درود بفرستید. کسی که بر محمد و آل محمد دور می فرستد، یعنی خداوند هر مشکل آن را دور می کند. و دعای یک انسان سید سادات آل رسول برای یک انسان دیگر حتما اثر می کند. آل و آل رسول کسایی که سید هست. رسول پاک می فرماید که کسی که بر آل من در نماز درود صلوات نمی فرستد از امت من نیست. سید را اگر دیدی به خرابات به مناجات یاد کن. حرف زشت برای یک سید چیست که ما از امت رسول خارج می شویم. این فرموده رسول پاک است. باید برای با آل رسول احترام بگذاریم، چون که در جسم آن خون رسول پاک است. نسبت آن را بعد ما احترام بگذاریم،
و کسی که هر دعایی که میخواهد در واتساپ میتوند انشالله پیام بفرستد. من در هندوستان در شهر ممبئی زندگی میکنم و اگر کسی هم که ملاقات میخواهد میتواند در واتساپ پیام بفرستد برای وقت برای ملاقات. و السلام علیکم. این پتر آپ کے نام کے حساب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے. جو یہ نیچے واٹس اپ نمبر ہے اس میں ہم کو واٹس اپ پر میسج کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے. جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں اعظم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ کی اگر قرض ہے, اگر بے روزگاری ہے, اگر جتنے کا مشکلات ہے دور, اور آپ کے رزق میں برکت, اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گا.